دکتر، میخواستم در مورد همسرم با تو صحبت کنم و بخوام که منو راهنمایی کنی و کمکم کنی. بفرمایید، شما هر دو چند سالتونه؟ 32. و چه مدتی ازدواج کردید؟ 3 سال. فرزندی دارید یا ندارید؟ قبلا چه مدتی همدیگر رو میشناختید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟ 3 سال. به من بفرمایید که هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ پزشکی خوندیم هر دو. آیا فقط به عنوان پزشک عمومی هستید یا تخصص هم دارید؟ خیلی عمومی. آیا هر دو کار میکنید و در یک جا یا در بله. یک شهر یا نه؟ بسیار خوب. به من بفرمایید هر دو فرزند چندمید؟ من 4 از 6، ایشون 2 از 5. بسیار خوب. حالا مشکل و مسئله چیه؟ ما 3 ساله که با هم ازدواج کردیم. همونطور که خدمتتون گفتم، 3 سالم با هم تو رابطه دوستی بودیم. از اول رابطه همون ایشون به من خیانت میکردن چندین بار و من فهمیدم و هر باری که میخواستم که با ایشون تموم کنم و واقعا برام سخت بود و نمیتونستم و متاسفانه. چرا؟ چی سخت؟ نه سب کنید، شما رفتید با یک کسی ازدواج کردید و به شما خیانت میکنه، جدایی چرا سخته؟ یعنی چی؟ علاقه زیادی بهشون داشتم و خیلی چه چیزی؟ نه سب کنید، نه آخه حتما معنی نداره ازم. شما در یه جامعه مانند ایران با توجه به شرایطتون یه احساسات و باورهایی دارید که درست نیست. آدم بره رستوران بهش بگن جو رفت رستوران، از گرسنگی هم خیلی سخت حالش و کارش، بعد بگن ما غذا نداریم. شما رفتید ازدواج که تو ازدواج بهتون خیانت میکنن، جدایی سخته؟ یعنی چی؟ ببینید توی ازدواج که توش خیانت هست. بله متاسفانه من خیلی اشتباه کردم. نه من با اشتباهتون کاری ندارم، نصب کنید عزیز. چرایی کارتون مهمه. چرا موندید بعد از حالا اولین خیانت میگید که یه اصولی باید رعایت میشه تا ببخشید، ولی دومی که شد دیگه چرا؟ چون گفتید چند بار؟ بله ولی خب برای من خیلی سخت بود. من نگفتم سرکار خانم، سب کنید. آدم صبح بخواد بلند شه سخته، کار بکنه سخته، درس بخونه سخته، حتی بسیاری از ورزش بکنه سخته. سختی که بهانه نیست برای انجام کارهای بد و غلط و تصمیمهای غلط. ببینید نگید سخته سخته. ببینید عزیز، ویژگی روانی شما مهمه. اگر یکی به شما بگه و یا خودتون بشینید جلو آینه بگید من چرا میخوام این زندگی رو با وجود خیانت همسرم که به نظر میرسه از شما قطعی و حتمی هست ادامه بدم، چرا برام جدایی به گفته خودتون سخته؟ چه چیزی غیر از اینه که فکر کنید 4 تا آدم احمق ابله بیمار بدبخت بیکار میگن اینم طلاق گیره؟ این اولیشه. دومیشه بسا اگر شما بودید که اصرار در ازدواج داشتید، غیر از اینه که اعضای خانوادتون میگن ما به تو گفتیم ازدواج نکن، که خب بجا آدم به خاطر حرف و قضاوت و نظر مردم که زندگیشو نابود نمیکنه. من یکی بیاد به من بگه تو خود تو آتیش صبر کنی، یکی بیاد تو خود تو آتیش بزنی، ما میفهمیم خیلی مرد شجاعی هستی. من برای که به مردم ثابت کنم شجاع هستم خودم آتیش بزنم؟ به من بگید چرا عزیز، اصلا این موضوع مهمترینه، چرا شما خواستید بمونید؟ فایدهش برای شما چی بود؟ ضرر و خطر جدایی چه بود؟ علاقه که بهشون داشتم، یعنی سعیم هم کردم و یک بار حتی به صورت قطعی رابطه همون بهشون تموم کرده بودم، ولی باز نتونستم. برام خیلی سخت بود. باز شروع کردم و حرف زدم. شما درازی آدم سرکار خانم، خان دکتر عزیز دل، یه سوالی رو جواب بدید به درستی. اصلا به چه چیز ایشون شما علاقه داشتید؟ به یه مرد خیانتکار؟
که در حالی که شما باش ازدواج کردی میره با یکی دیگه همخوابه میشه؟ شما هنوز به چه چیزی ایشون علاقه من بودید که در هیچ کس دیگه در جهان پیدا نمیشد و شما نباید از این جواهر میگذشتید؟ به من میشه بفرمایید چه چیزی؟ چرا شما ایشون رو دوست داشتید و علاقه من بودید بعد از اینکه متوجه خیانتشون شدید؟ آقای دکتر، من این موردی که گفتم چندین بار به من خیانت کردن، این توی رابطه دوستی بوده اولش. خب حالا که یه ذره از یه طرف بهتر از یه طرف بدتر شد، بدتر شد به خاطر اینکه چرا با یه همچی آدم این ازدواج کردی که احتمالا خیانت میکنه؟ شما این پرو 10 تا روانشناس میرفتی صبر کنید، 9 تاشون میگفتن کسی که قبلا کرده بازم میکنه. جان خیلی مفصل، خیلی اتفاقات افتاد بینمون. نه اصلا گولم نزنید عزیز. نه عزیز من سرکا خانم، یک کسی قلبش تیر خورده، تو مغزش 4 تا گلوله رفته، من به شما میگم علت مرگ چیه؟ شما میگید خب البته مثل که ناخونش هم زخم بود، ضمناً مثل اینکه یکی از انگشتاش هم شکسته بود. اونا که علت نیستن قربونه، اون گلولای تو مغزش و قلبشه. منم الان سوالم از شما اینه چه چیزه؟ اصلا بازی در نیارید قربونه، کاملا یه فریبکاری نسبت به خودتون. به من شما هیچی دروغ نمیگید، اتفاقا راست رو دارید میگید. به من بفرمایید چه چیز این آدم رو دوست داشتی؟ من فقط سوالم اینه، من چیکار دارم؟ مسائل مختلفی بود، چه اهمیت چه مسائلی بود اونو بعداً میشن. ولی اول من بگید 3 تا چیز خوبی که در ایشون بود که شما به خاطر اون ایشون رو دوست داشتید چه بود؟ خیلی مهربون بودن و مهربون؟ ایشون بزرگترین درد و رنج رو برای شما فراهم میکنن. مهربون؟ آیا مقصودتون از مهربونی بود که نوکر من بود ولی یواشکی میرفت خیانت میکرد؟ مهربونی یعنی چی؟ دیگه غیر از مهربونی چی؟ و این چیزیست که تو آدم ها نیست؟ دیگه چی؟ علاقه که به من داشتن. ایشون اینقدر علاقه به شما داشته بینستن با یکی دیگه همخوابه میشدن؟ شما واقعا حالتون هیچ خوب نیست؟ شما تا کی میخواید در توهم و ایلوژن و دیلوژن زندگی کنید؟ یه مردی، شما اگر رفتید با یک کسی هم صبر کنید، شما اگر رفتید با یه دو تا مرد هم خوابه شدید، بعد میتونید بگید من به دلیل هنوز علاقه مندم به همسرم؟ بعد شما اول خط آمدید به من میفرمایید من راهنمایی و کمک کنید، شما نه راهنمایی میخواید نه کمک. اصلا شما حرفتون اینه که من میخوام یه رستوران خیلی موفقی برپا کنم در وسط کویر لوت که از 100 کیلومتریش هم هیچ ماشینی رد نمیشه، ولی من میدونم مردم کم کم علاقه من میشن و میگن بریم ببینیم این چه رستورانی و شلوغ میشه و ما میلیونر میشیم. شما چقدر یه همچین حرفایی رو قبول میکنید تو باور میکنید؟ شما دارید همین حرفا رو من میزنید عزیز؟ ای به من میگفتید من از بیمارستان روانی در رفتم و خواندن نوشتن بلد نبودم، من باش راحت بودم که کسی بگه من پزشکیم، دانشکده پزشکی رفتم، درس خوندم، آمدم، حالا معتقدم که همسر من مهربونه. دلیل دومی که منو دوست داره، اولا اصلا اینکه بارها صدها بار من رو خط رادیو تلویزیون گفتم اینکه کسی شما رو دوست داره خب خیلی خوب، ولی شما هم اونو دوست دارید نه؟ ما که به خاطر اینکه ما رو خیلی دوست داره قرار نیست دوستش داشته باشیم. اصلا باور نکن اینقدر من خالیم، اینقدر بدبختم که اگر تو خیابون رد شدم یه آدمی واقعا افتاد به پای من و گفت اگر با من ازدواج نکنی من میمیرم، بگم خب یه بری محضر، ولی که واقعا خیلی منو دوست داره، حاضر بود بمیره بدبخت. آخه شما تا کی میخواید پرت و پرا بگید بعد از بقیه کمک و راهنمایی بگیرید؟ شما برای خودتون بشینید تجزیه و تحلیل کنید چرا من موندم. منم به شما میگم جز یک مقدار زمینه‌های اعتقادی، یه مقدار نگرانی از حرف و قضاوت و نظر مردم و خانواده و فامیل، یه مقداری از غیر واقع بین بودن و وحشت از اینکه من اگر جدا بشم بعداً چه میشه
چه اتفاقات بدی میفته؟ شما اینها رو تو ذهنتون دارید که اصلا واقع بیانید؟ شما آمدید گفتید نمیدونم مورچه ها و زنبور ها همه اینا یکی تبدیل شده به مار، اون یکی تبدیل شده به پلنگ، اون یکی تبدیل شده به یه شیر و بنابراین به زودی زود اینا منو میکشند و میخورند و بنابراین من در یه چنین شرایطی باید از اینجا بگریزم. ولی مورچه ها مار نیستند، پشه ها و مگس ها هم ببر و پلنگ نیستند عزیز. شما میخوای دنیا رو اینجوری ببینید؟ خب ببینید چه کارتون بودم. اگر فکر میکنید حرفی صحبتی دیگر برای گفتن و اینها هست، ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. ولی اگر فکر این حرف ها اونو زدیم، من که حرفی برای واقعا گفتن ندارم. شما اگر حرفی برای فکر کنید گفتن دارید، میتونیم پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتون رو ادامه بدیم. هر جور شما دلتون میخواد، شما تصمیم بگیرید. آقای دکتر، من تصمیم گرفتم که از ایشون جدا بشم. به من بفرمایید که یه سوال ازتون دارم، چون یه چیزی گفتید. آیا خیانت ها در دوره قبل از ازدواج بود یا حتی یکیش بعد از ازدواج هم اتفاق افتاد؟ قبل از ازدواج بود. خیلی خوب، پس شما با وجود اونا تصمیم گرفتید ازدواج کنید. حالا که نمیتونید به بهانه اون دوران این کار رو بکنید، ولی حالا اون دورانی که ایشون خیانت کردن، شما به نوعی به هم متعهد بودید، قول و قراراتون رو گذاشته بودید، حتمی و قطعی بود ازدواجتون یا نه ممکن اون ازدواج بکنید یا نکنید؟ نه قطعی نبود. اوکی، خیلی خوب. اگر دو تا آدمی رابطه‌ای دارن که قطعی نیست و تعهدی نسبت به هم ندارند، خب اگر یک کسی در این زمینه این کاری کرد که حتما خطا و اشتباهه، ولی که خب نمیشه این همون وضعیتی دونست که وقتی متعهدن یا ازدواج کردن. خب این مال قبل از ازدواجتونه، خب اونو که تموم شد. آیا غیر از این هم اکنون تو این سه سال مثلا مشکلی با ایشون دارید؟ بله. خب حالا به من بفرمایید با توضیح که چه مسائل مشکلاتی تو این دوره سه ساله ازدواج با همسرتون دارید؟ آقای دکتر، اول من قبلش بگه چیزی خدمتون بگم. باید لطفا این بلندتر صحبت کنید عزیزم، ما شنونده خوب نمیشنویم. لطفا نزدیک گوشی باشید کمی هم بلندتر بفرمایید. من وقتی که ایشون قبل از تو رابطه دوستی بود به من خیانت کرده بودن، یعنی متوجه شده بودم که همزمان که با من هستن مثل که یه رابطه قبلی هم داشتن و اونا همزمان با من داشتن ادامه می دادن و با اون خانم قصد ازدواج داشتن. من وقتی متوجه شدم با ایشون کار کردم و وارد رابطه دیگه شدم، اما نتونستم که ایشون رو فراموش کنم و کار اشتباهی که کردم برگشتم سمتشون و بهشون زنگ زدم و یه دلتنگ شده بودم و باشون صحبت کردم. مدتی هم که رابطه همون قطع شده بود ایشون میخواستم با اون خانم ازدواج کنم که نشد، خانواده ها مخالف بودن و ازدواج نکردن و بعد از اون تصمیم گرفتن که با من باشن و تعهد داشته باشن و برای آینده و من بهشون گفتم که مدتی که رابطه همون کات شده بود من وارد یه رابطه بودم با آقایی و ایشون گفتن که اشکال نداره چون ما رابطه همون تموم شده بود و اون آقا هر از گاهی به من
سمود دادن و پیام می دادن، تا اینکه یک روز پیام داده بودن و ایشون متوجه شدن و گفتن که تو به من خیانت کردی. و گفتم، حتی بهشون گفتم که من قضیه مانا اون موقع است و فقط در حد پیام و اینا، ولی قبول نکردن. نه 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 نه، سب کنید. خب ببینید عزیز، من نمیدونم شما چگونه پزشکی هستید. اگر من بیام یه ده دقیقه حرف بزنم درباره سردردم، بعد به من بگید خب حالا این سردرد چه مدتی هست، بگم نه سردرد مهم نیست، نه سردرد اونقدر چیزی نیست، نه واقعا نیست، این پام شکسته. شما نمیگید من این همه مدت تو چرا راجع به سر درد زدی. شما برام بگید من با ایشون دوست بودم، دوستی ما به هم خورد به خاطر فرض و این خیانتش، بلافاصله شما هم لطف کردید تو صبر نکردید رفتید با یکی دیگه، بعد از این مدتی او رو ول کردید، او هم اون رو به حال مخالفت خانواده ول کرد، شما دوباره برگشت. خب حالا که برگشتید، قرار نبوده هیچ کس با هیچ کس پیام بفرسته با قبلی ها، چه فرقی میکنه؟ تموم شد، شما با یک کسی بودید تموم کردید، برگشتید سراغ کسی که قبلا بودید، بعد شما برای ایشون توضیح میدید که او یک پیام بوده، بی خود کرده پیام داده، بی خود کردید، شما پیامو گرفتید یا باید بلا فاصله به دوستتون میگفتید که اون آقایی که من باش بودم دوباره پیام داده و بعدم مثلا ببندیدش بلاکش کنین هر چیزی تموم کنین. شما که نمیتونستید دیگه از تلفن او دفاع کنید که هیچی نبوده. بنابراین از نظر من هر دوی شما صمیمی و صادق و به یک اعتبار وفادار نبودید. حتی میتونم، حالا جزئیاتشو نمیدونم، نگرانی من اینه که از شما جزئیاتو بخوام اصلا اسم هر دو تا هم خیانت کن. دوتایی در حالی که با هم رابطه داشتید کسای دیگه هم تو ذهن و زندگیتون بودن و اصلا جای دوتا نیست، مثل اینکه من به جای پسرم یا دو تا پسرم برم چهار تا پسر بیارم بگم این دو تا مثل اینا نیستن. تموم شد، بلکه این مشخصه رابطه و ازدواج، پشت فرمون یه نفر نشسته، هفت نفر پشت فرمون نمیشه. بنابراین الان شما توضیحی که میدید، شما دو تایی در دوران آشناییتون واقعا اشتباه و غلط عمل کردید، بد عمل کردید. اصولی که صراحت و صداقت توشه، صمیمیت توشه، وفاداری رعایت نکرد. اون پرونده به نظر من به اندازه کافی شلوغ و بلوغ و خراب هست. شما دارید به من میگید که در دوران 3 سالی که ازدواج کردید ایشون به شما خیانتی نکرده. پس در کلیت این موضوع پرونده بسته است. تو هیچ دادگاهی دیگه حرفی نمیزنم، میذارمش کنار. به من بگید شما چرا الان میخواهید جدا بشید و لطفاً درباره آشنایی شما با خودتون و اینا مربوط به دوره دوستیتون حرفی نزنید. به من بگید الان ظرف 1 سال گذشته این مرد چه کرده که شما تصمیم به جدایی دادید؟ متوجه شدم که با خانم‌ها چت میکنن و حتی تو پیام هاشون دیدم که قرار گذاشته بودن و به راحتی تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستا میگم با خانم ها چت میکنن و خودشون رو مجرد معرفی میکنن. حالا اسم این دقیقا خیانت هست و تمام. پس بنابراین به من نفرمایید که بعد از ازدواج کار بد و غلطی در این زمینه نکرد. حالا سوالم رو لطفا جواب بدید. وقتی به ایشون میگید تو این کار رو نباید بکنی، این کار اشتباه هست و نوعی خیانته و اگر من این کار رو بکنم تو خیلی ناراحت میشی، این کار رو متوقف کن، یا اگر میگی نه ادامه میدم، چرا؟ به شما چه پاسخی میدم؟ یک بار که من بهشون گفتم کلن حذف کردن شبکه‌های اجتماعی رو و گفتم که مثلا نمیخوام تو ناراحت بشی، ولی همچنان میبینم این ویدیو که با خانم ها چت میکنن. پس بیانم عزیزم، من نمیدونم شما دوتا واقعا چجوری دکتر شدی. آخه این رابطه های علت من، یکی بهش برگردید بگید که تو هفته قبل من این پروی من این دوا رو برات نوشتم، بعد بیاد برگرده بگه بابام حالش خوب نشد، بگه آخه من پدرتو دارو ندادم.
یک کسی آمده در چت میکنه و شما میگید این کارو نکن، بعد الان به من میگید که گفت نمیکنم، ولی ادامه داد که پس حرف سر طرف قبلی سر جاشه، ایشون همچنان داره به شما از این طریق نوعی خیانت رو میکنه. پس من نفرمایید ایشون بعد از ازدواج خیانت میکنه. گزارشتون درست نه من عزیزم، من شنوندهای خوب و عزیز اینجا دیگه شاهدن، گفتم آیا بعد از ازدواج خیانت کرده؟ شما گفتید نه. حالا دارید میگید که چت میکنه، بهشم گفتم نکن، گفته نمیکنم، ولی همچنان داره ادامه میده. خب داره میکنه. ایشون قرار نیست با خانوما حرف بزنه، قرار نیست خودشو مجرد اعلام کنه. شما براش کافی نیستید، شما براش کامل و تکمیل نیستید. شما هم که میگید من تصمیم گرفتم جدا بشم، چه کار کردید؟ از خونه اومدید بیرون؟ رفتید تقاضای طلاق کردید؟ چه کردید؟ من بیشتر از یک ماهی که باشون رابطه ندارم، زیر سخت هستیم ولی رابطه ندارم. اسم این عزیزم، عزیزم آخه بازم یه من تعجب میکنم واقعا چه خبر است در اون مملکت. این که زن و شوهری با هم دو سالم رابطه نداشته باشن که معنیش نیست که من دارم جدا میشم یا جدا شدم. چه معنی داره؟ جدایی وقتی است که مهمتر از همه، چون چرا مهمترین است در عقد شاهده، اینکه بقیه خبر داشته باشن، یه مسئله اجتماعی. اصلا ازدواج یعنی چی؟ یعنی مجموعه اصول و قوانینی که جامعه قبول میکنه وقتی کسی از اون مسیر حرکت میکنه و رعایت میکنه. زن و شوهر هم حق رابطه جنسی دارن. اینکه شما توی خونه هستید کاری به کار هم دارید، من نه جدا شدم نه قرار جدایی دارم، نه اصلا معنایی دارم. هیچ نیست که بگید تو این اتاق هم به تو اون اتاق. نه نکنید عزیز، من تو عمرم یه همچین آدم تحصیل کرده ای که اینقدر حرفا رو ببافه از توش چیز دیگه در بیاره ندارم. باورم کنید شما دوا به یه آدمی دادید که اومده پرودون گفته این مریضی منه، بعدا گله و شکایت کردن، پشت سرتون رفتن شکایت کردن که بابای من حالش خوب نشد. آخه این که پدرش برای شما نیومده، تشخیصی داده شده، دارو شما بهش ندادی، یک کسی دیگه اومده شما برای اون بهش دوا دادی، این چه ارتباطی با پدرش داره؟ شما الان حرفتون چیه؟ من که ما جدا شدیم ولی من رفتم توی اتاق، توی خونه و توی اتاق. آیا شما حق طلاق رو دارید یا ایشون بر اساس قوانین حق طلاق از آن همسرتونه؟ نه ندارم. اوکی. آیا پروی هیچ با ایشون گفتید میخوام جدا بشم؟ اعلان به خانوادتون کردید؟ هیچ با هیچ وکیلی صحبت کردید؟ فقط به خودشون گفتن. اوکی. ایشون چه نظری داشتن؟ ناراحت شدن و جفت کردن و حرفی نمی زدن تا چند ساعت. خب بعدش چی گفتن؟ از مهمی نیست که ایشون هم موقع چی گفت. چی عزیز؟ گفتم باور نمی کنم تو همچه کاری نمی کنی. خب چه ارتباط به شما؟ من اصلا باور نمی کنم. من نمی دارم کدوم دانشکده به شما واقعا پزشکی و واقعیت بده، چه اهمیت داره که دیگری حرف منو باور کنه یا نکنه. من به شما میگم من شاخ دارم ولی من میدونم شما باور میکنید، ولی مثلا همسرتون باور نمیکنه. اصلا چه اهمیتی داره این حرفا؟ شما رفتید به ایشون گفتید که من میخوام جدا بشم، ایشون میگید ناراحت شدم ولی گفتم باور نمیکنم. چه اهمیت داره باور ایشون؟ حالا ما رفتیم سراغ یه چیز دیگه خنده‌دارتر دیگه ای که ایشون میخواد باور کنه باور نکنه. این جواب نشد برای شما. من خواستم ببینم واکنششون. حالا خودتون میخواید چیکار کنید؟ میخواید به خانواده بگید و تقاضای طلاق کنید یا نه؟ من بله میخوام درخواست بدم. اوکی. پس با خانواده اول در میون بذارید، این دفعه این کار رو بدون خانواده نکنید و بعدم با یه وکیل مشورت کنید که بدونید در چارچوب قوانین ایران از چه راهی میتونید برید تو چیکار میکنید بکنید. برای وی بس هایشون رفتی بینن شما جدی هستید برای طلاقشون هم باور کنن، چون اگر شما به پدر مادر خودتون یا به پدر مادر ایشون گفتید من میخوام جدا بشم و جدا شدم، موضوع خیلی فرق میکنه. اگه میخواید جدا بشید، اگه نمیخواید هم خب نشید، هر جور خواسته ایش خودتونه.
ولی ندید من میرم پلو دکتر، بعد برید تو مطب دکتر بشین، جلو دکتر خان دکتر بشین، بعد بگن حالتون چطوره، بگیر من جوابتون نمیدم. ای رفتید دکتر حرفتون رو بزنید، شما اگر میخواید جدا بشید کاراشو بکنید. ولی لطفا و حتما اول، حالا دیگه چون بحث آخر من، اول شما یه خانم روانشناس پیدا کنید، حداقل 5 جلسه پیشش برید. بعد از اینکه اون خانم روانشناس رو 5 جلسه پیشش رفتید، بعد از اون تصمیم بگیرید ببینید خود چی کار کنید و بر مبنای اون عمل کنید. به هر حال لطفا یه مقداری آقای دکتر، من با یه خانم روانشناس صحبت کردم، خب، و ایشون گفتن که باید با همسرتونم صحبت کنم. خب گفتن، خب ایشون نظر کن همسرتونم اگر میاد چه خوب، و ایشون هم قبول نکردن، گفتن من صحبت نمی کنم با مشاوره. پس بنابراز رفتیم همونجا. پس بنابراین شما دیگه با اون خانم روانشناس اگه خواست نظرش رو به شما بگی، اگر نخواست که هیچ. عزیز من داستانی به من ندادم. سرکار خانم من اصلا دارم باورم نمیشه شما رو. من اقلا 15,000 زن و شوهر پروی من اومدن در دوران کاری من، 15,000 زن و شوهر. خیلی از اوقات یکیشون آمده گفتم چه بهتر که همسرتونم بیاد. اگه همسرشون آمده با هم صحبت کردیم، نیامده اون خانم یا آقا خواسته تنهایی باش حرف زدم، نظرم رو گفتم. کار که متوقف نمیشه، شما هم برید و اگر او نمیاد شما خودتون چند جلسه ادامه بدید که مطمئن بشید تصمیمتون درسته. نه اینکه نه هم روانشناستون میتونه شما تصمیم بگیره، حداقل چراغا رو براتون روشن کنه، شما بدونید جنبه های مثبت و منفی چیه. بعد اگر دلتون خواست اعلانش کنید، به خانواده ها بگید یا با یه وکیل صحبت کنید که مراحل قانونی چیه. بنابراین مسئله روشن روشن، خودتونم نزنید به این راه که نمیدونم و نمیفهمم و یا حرفای عجیب و غریب نزنید. نزید شما، متاسفم اینو میگم، خیلی هم اذیتم میکنه، باورم کنید خیلی مخیوس شدم که این قرار تحصیل کرده های ما اینقدر دور از واقعیت باشن، اینقدر دور از کاربرد علم و عقل باشن. خب یه چی میمونه توی جامعه؟ اصلا هیچ حرفا گفتن واقعا هیچ ارتباطی نداره. شما عرایز من و خودتون رو یه دفعه بشنوید لطفا، لطفا دو دفعه بشنوید، حتی با یه دوست نزدیکتون خانمی اگر هست بشینید با هم بشنوید، هیچ قطعش کنید. اون به شما میگه خب فلانی راست میگه، تو حرفات واقع بینانه نیست، عاقلانه نیست، همینجوری یه چیزایی میگی، بعدم عوضش میکنید، تغییرش میدید. ولی نکنید این کار رو. هیچ کس قرار نیست برای شما تصمیم بگیره، همه میتونن کمک کنن یه ذره تو این تاریکی که ذهن شما داره و زندگیتون داره که برای من تعجب آوره، یکی چراغا رو روشن کنه، حالا ببینید بعد تصمیم بگیرید. برای این لطفا همونطور که عرض کردم، اگر اون خانم روانشناس به هر دلیلی نمیخواد یا شما راحت و راضی نیستید، به سراغ یه خانم روانشناس دیگه. ولی هدف من اینه، نمیخواید هم برید نرید. خودتون فکر میکنید اگر میدونید بیش از هر کسی زندگیتون چه خبره و چی کار میخواید بکنید، تصمیمتون رو بگیرید. اگرم یه روزی همسرتون حاضر شد بیاد با شما روی خط، ناظرم هر دو رو بگیرم، ولی نمیخوام شما دیگه تشویق بیارید، ولی که ما به جایی نمیرسیم. ولی اگر ایشون خواستن خودشون بیان یا با شما بیان، خوشحال خواهم شد که با هم صحبت کنیم. به هر حال مواظب خودتون و همسرتون باشید، امیدوارم انتخاب درستی کنید و آسیب نبینید. آخرین سفارش هم این است که لطفاً حتماً و حتماً بچه دار نشید که با این مشکل یک مشکلات دیگری هم اضافه بشه و بیشتر به هم گره بخوره و کار دستتون بده. به هر حال امیدوارم این رو با توجه به اینکه هر دو پزشکی میدونید که چه باید کرد و نکرد که گرفتاری پیدا نشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون آقای دکتر، مرسی وقتی گذاشتید.